گزارش های وجود دارد که گویا رئیس جمهور غنی می خواهد قدرت از طریق برگزاری یک انتخابات در جریان ششم منتقل شود. نظر شما در مورد این طرح چی است؟ ایالات متحده آن را خواهد پذیرفت؟ خب مطمئن نیستم و شاید این احتمال وجود داشته باشد. من از جانب حکومت صحبت کردن نمی توانم. به نظرم هر آنچه را که ما بتوانیم به خاطر ایجاد فضای بهتر امنیتی و سیاسی انجام دهیم خوب است. فکر می کنم بزرگترین پیامی که باید به خاطر داشته باشیم این است تا نشان دهیم که ایالات متحده از طریق افغانستان مسئول برای یک افغانستان دموکراتیک متحد است. امیدوارم که همین طور ادامه یابد و احساس خوب دارم که حکومت فعلی می تواند این تعهد را به جا آورده و همراه با ناتو متحد باقی بمانند. ما برای پیشرفت واقعی افغانستان تلاش خود را ادامه می دهیم. این امیدم است. ایالات متحده با ناتو و سایر متحدین خود برای ختم با مسئولیت جنگ در افغانستان کار می کنند و می خواهند در افغانستان صلح برقرار شود. آنها چطور می توانند به این هدف دست یابند؟ فکر می کنم برای ناتو و ایالات متحده مهم است که واضح بسازند نتیجه را که ما توقع آن را داریم این است که ما تا هر زمانی که باشد در افغانستان باقی خواهیم ماند و از حکومت حمایت خواهیم کرد. البته اگر ما می خواهیم تا طالبان را وادار به نشستن در میز مذاکره کنیم و آنان مطابق تعهدات خود عمل کنند و حملات خود را خاتمه ببخشند. به نظرم نباید سوی تفاهم صورت گیرد که ناتو و ایالات متحده برای همیشه در افغانستان باقی می مانند. اما نمی خواهیم که افغانستان را ترک کنیم تا باری دیگر به وضعیت قبل از 11 سپتامبر سال 2001 برگردد. فکر می کنم مذاکرات همیشه خوب است و مهم است که از یک موقف قوی تر صورت گیرد تا نتیجه به دست بیاید. واشنگتن تلاش می کند تا حمایت منطقه را برای پروسه صلح افغانستان جلب کند. در این زمان خروج نیروهای آمریکایی مطرح است. با در نظر داشت ضرب الجرح اول می، آیا این یک مسیر درست است؟ نه، فکر نمی کنم که این گونه به پیش برویم. به نظرم اگر میاد تعیین شود، در آن صورت باید تمام شرایط توافقنامه مراعات گردد. طالبان تا کنون به تعهدات خود در قبال این سند عمل نکرده اند. آنان به حملات خود علیه حکومت افغانستان و اردوی آن کشور ادامه داده اند. به همین خاطر برای ما مهم است که از آن تاریخ بگذریم و واضح سازیم که تمام مندرجات توافقنامه عملی نشده است. ما در کنار مردم افغانستان باقی میمانیم و این مسئله را روشن ساخته ایم. بخصوص وقتی که شما از نسل جوان میشنوید که میگویند ناتو و ایالات متحده میتوانند تا هر زمانی که نیاز است در این کشور باقی بمانند. ما این کار را باید بکنیم که نه تنها ادامه مأموریت نظامی ما بوده، بلکه بیشتر به مأموریت حفاظت از صلح و بازسازی میباشد. در قسمت سیاست خارجی بایدن نظر شما چی است؟ چطور ایالات متحده می تواند سیاست های خود را با انتظارات رئیس جمهور غنی وفق دهد؟ در این زمان توافق صلح انجام شود و خروج نیروهای آمریکایی نیز مطرح است. فکر می کنم سیاست خارجی آقای بایدن تا حد متفاوت تر از سیاست خارجی آقای ترامپ است، به خصوص در قسمت احیای روابط با متحدین و داشتن همچو روابط با متحدین برایش اهمیت دارد. من شدیداً مخالف بحث‌های رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از افغانستان بودم. اکنون امیدوارم که حکومت بایدن تصمیم بگیرد و اعلام کند که مذاکرات را ادامه می‌دهیم و همه باید به میز مذاکره بیایند و ما تا زمانی که تمام جوانب توافقنامه عملی نشده از افغانستان خارج نمی‌شویم. به همین خاطر فکر می‌کنم که بسیاری مسائل وجود دارد که درباره آن باید قضاوت شود. اما فکر می کنم که ما می توانیم هر دو کار را به پیش ببریم، یعنی جوانب زی علاقه را گرد هم بیاوریم و به معامله صلح واقعی برسیم. فکر نمی کنم که طالبان خواستار جنگ باشند. ما نیست تا ابد خواستار جنگ نیستیم، اما باید گفت که در میدان جنگ نمی بازیم. حراس کنونی شما با کاهش رقم نیروهای آمریکایی به صفر چی است؟ این مسئله بر آمریکایی ها در خاک افغانستان چی تاثیر خواهد گذاشت و چه احتمال خطر وجود دارد؟ بله، می دانید که خطر برای هر کس در افغانستان وجود دارد و برای امریکایی هایی که در آنجا می مانند واضحاً خطر وجود خواهد داشت. آنان ممکن است جانب طالبان و یا دهشت افغانان هدف قرار گیرند و همین طور فکر می کنم خطر اصلی سقوط احتمالی حکومت افغانستان است. ما می دانیم که حکومت در وضعیت حساس قرار دارد و می دانیم که اعمار دموکراسی زمانگیر است
می دانیم که اردوی افغانستان هر روز با طالبان و عناصر دهشت افغانان در جنگ است. اهمیت حضور نیروهای آمریکایی از لحاظ حمایت لوجستیکی مهم است. از لحاظ حمایت روحی مهم است و نیز استفاده از تکنولوژیی که ما در اختیار داریم برای اردوی افغان مهم است. به نظرم تهدید آنی ناشی از خروج از افغانستان از دست دادن سالها تلاش است که مردم افغانستان، امریکاییان و کشورهای عضو ناتو انجام داده اند. از میاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی انتقادات زیاد صورت گرفته است. ما اظهارات آدم اسمیت عضو کانگرس شنیدم که میگو بدلال لوجستیکی اول ماه می برای خروج نیروهای آمریکایی درست نیست. به نظر شما رئیس جمهور بایدن ممکن بخواهد که حضور نیروهای آمریکایی را تمدید کند؟ Well, that's my hope, and that's امید و توقع من این است که بتوانیم با رقم نیروهایی که داریم باقی بمانیم. من از رهبران نظامی شنیده ام که با 2500 سرباز می توانیم در میدان جنگ قدرت داشته باشیم و می توانیم از خود محافظت کنیم و متحدین افغان خود را قوت ببخشیم. به همین خاطر انتظار دارم که زمان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تمدید شود. با استثنای چند سیاستمداری که دلایل سیاسی را پیشکش میکنند، فکر میکنم موضوع کلیدی این است که مردم آمریکا التماس نمیکنند که سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کنند. این را هم میدانیم که اکثریت آمریکایی ها این را عملا تجربه کرده اند. آنان نمیخواهند با بهای برگشت افغانستان با قبل از 11 سپتامبر تمام شود. فکر میکنم پیام مهمی که به دست ما می آید این است که مردم افغانستان ایالات متحده و ناتو را به مثابه اشغالگر نمی دانند، بلکه این نیروها را دوست و متحد کشورشان می پندارند. حمایت دو حزبی از افغانستان وجود دارد. به نظر شما این نوع حمایت از جانب قانونگذاران آمریکایی که در افغانستان خدمت کردند تا چه حد می تواند در تصمیم گیری رئیس جمهور بایدن برای آینده افغانستان کمک کند؟ فکر میکنم این مهم است که یک حمایت دو حزبی در این امر وجود دارد. هیچ کس نمیخواهد در افغانستان برای مدت نامعلوم حضور داشته باشیم. اما حضور ما در آنجا استوار بر شرایط و اوضاع است. و این همان نقطه ای است که دموکرات ها و جمهوری خواهان روی آن میتوانند بیشتر توافق داشته باشند. فکر میکنم این امر به رئیس جمهور بایدن قدرت میدهد تا تصمیم گیرد. کانگرس برای ادامه تمویل و پشتیبانی این ماموریت وجود خواهد داشت و من انتظار دارم که این ضرب الاجل به عقب بیفتد. با سابقه که شما از جنگ های عراق و افغانستان دارین، به نظر شما تجربه عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان تکرار خواهد شد؟ گروه مطالعات افغانستان نیز هشدار دادند که ممکن افغانستان دستخوش جنگ داخلی تازه شود. متیقن استم که اگر ما دفعتن ترک کنیم، ناتو و ایالات متحده خارج شوند، خطر اصلی جنگ داخلی وجود دارد. یقیناً که خطر اصلی پیشرفت طالبان است که ممکن حکومت را سرنگون کنند و خطر این که جاهایی را تسخیر کنند که محافظ ندارد. جایی که گروه های دهشت افغانی می توانند رشد کنند و سرزمین بدون حاکمیت و بدون هیچ گونه آزمون توسط یک گروه تروریستی و این آرزوی آنهاست. و برای آنان فرصت می دهد تا باز هم آموزش دهی کنند و لوازم خود را بیاورند. به نظرم این خطر واقعی است. به همین خاطر همچو تصمیم یعنی برای ترک افغانستان گرفته نخواهد شد.